نهایتا اینکه روز اول این مشکل رو پیدا کردیم که با این وضعیت در واقع گیرایی و میرایی که این بیماری داره، ما قطعا وقتی وارد در واقع عرصه بشیم خیلی از پرسنل کادر درمان کار رو رها خواهند کرد و ما در واقع با کمبود نیروی خیلی شدید مواجه خواهیم شد. ولی به ضرس قاطع میگم ما تقریبا هیچ خروجی از بیمارستان نداشتیم، هیچ کسی محل کارش رو ترک نکرد، حتی با وجود اینکه بیمار هم شدن به محض در واقع بهبودی که حاصل میشد سریع برمیگشتن به محل کارشون و به خدمتشون ادامه میدادن و این باعث شد که ما در واقع مردم عزیزمون تقریبا اون رضایت نسبی رو به نظر من از مراکز درمانی دارن، چون همه در واقع سر کارشون حاضر بودن و واقعا با دل و جون ایستادن و داشتن به کار خودشون ادامه میدادن. با اطلاعات انقدر زد و نقیز در واقع میومد و انقدر مبهم بود در بعضی از مسائل که این واقعا باعث دلنگرانی در واقع کادر درمان میشد و باید تو بطن ماجرا باید میبودین تا در واقع آدم اون حس بکنه اون در واقع ترسی که واقعا وجود داره، خصوصا ترسی که کادر درمان در واقع به خاطر خانواده‌های خودشون هم داشتن که خدای نکرده ما این رو در واقع منتقل نکنیم. در طی این مدت فقط در بیمارستان شهدای تجریش ما تا به امروز 202 نفر از کادر درمان در واقع درگیر شدن. در کل کشور ما تا به امروز 199 نفر از کادر درمان رو از دست دادیم و در واقع شهدای مدافع سلامت هستن و فقط ما در تهران بیش از 6000 نفر از کادر درمان آلوده شدن. تا به امروز در بیمارستان ما بیش از 25000 تا ما بیمار در واقع پذیرش کردیم و تحت درمان قرار گرفتن. میزان بستریمون تا به امروز حدود بیش از 4000 نفر بیمار فقط بستری شدن در بیمارستان که الحمدلله حدود 92% از بیماران بستری شده با حال عمومی خوب ترخیص شدن. در طی این مدت واقعا کادر درمان، من یک تصویری رو بگم واقعا تو ذهن باشه که به عین خودم دیدم که یکی از در واقع از نیروهای کادر درمان و پرستارامون که خودش هم به کووید مبتلا بود و داشت در بخش کووید فعالیت میکرد زیر سرم بود و اون ترافیک در واقع جاده‌های شمال وقتی میدید واقعا من دیدم داره گریه میکنه که مردم چرا رعایت نمیکنن. واقعیت اینه که در طی این مدت هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، چون بالاخره میدونید که در اکثر بیمارستان ها درصد زیادی از کادر درمان به این ویروس آلوده شدن و این آلودگی به این ویروس اینجوری نیست که پس از بهبودی شما در واقع تمام توان قبل رو داشته باشید، درصدی از توانتون کاهش پیدا می‌کنه. آقا دستتو بیار پایین. چند روز هست ببینم بدن درد میکنه، چه تنگی نفس داره. این مریض کرونا مثبت بود یک ساعت پیش. این مریض کرونا مثبت. اون سفیدی ادمیه که خاطر ویروس توی ویروس بود. اوایل هم اصلا کیت‌های تشخیصی PCR اینقدر نبود و وسعت نداشت و تولید داخل نشده بود و بیشترین نقش رو برای درگیری ریوی رو سیتی بازی میکرد. خب الان الحمدلله PCR در حد وفور وجود داره ولی باز نوع اندیکاسیون ها فرق کرده. اول ویرایش های اول شاید اول سیتی اسکن بود چون PCR نبود، ولی الان الحمدلله بهتر شده و بیمارانی که با اندیکاسیون واقعی باشن دارن سیتی میشن و این به خاطر این هست که ما بتونیم از اون عوارض اشعه ایکسش هم جلوگیری کنیم. روز دانش ما بیشتر شده، تجربه ما بیشتر شده و حالا این امیدواریم که این به تدریج این با همکاری مردم پیک مبتلایان کمتر بشه، ما برگردیم به شرایط قبل از کرونا. تشخیص کرونا با تست اثبات ویروسه که PCRه که RT-PCR ویروس رو تشخیص میده. ما با CT اسکن و تصویر برداری نمیتونیم ویروس رو تشخیص بدیم. ما یافته های درگیری ریویش رو تشخیص میدیم که خب در یه زمان اپیدمی این یافته هایی که شایع هستن به صورت اون تصاویر شیشه مات که یا گرند گلاس یا جی او مصطلح شده، اینا خود اونام 15-16 تا تشخیص افتراقی داره، ولی در زمان اپیدمی
این به حساب اون درگیری گذاشته میشه. بنابراین اثبات بیماری با پی سی آر و ویروس شناسیه، نه با سی تی. سی تی عوارض رو بررسی میکنه، اثبات درگیری ریه رو بررسی میکنه، شدت رو بررسی میکنه و کمک میکنه در سیر تشخیصش و روند درمان و پیگیری درمان بیماری. دندون پزشکی متاسفانه این بیمار رو گرفتم. 19 روز تمام در منزل بستری بودم با 20% درگیری ریه. هر روز متاسفانه حالم بدتر شد. رفتم یک پزشک فوق تخصص ریه، منو فرستاد سی تی اسکن کردم. 60% ریه هم درگیر شده بود، در حال مرگ بودم. اومدم تو این بیمارستان، واقعا اطباهاشون، پرسنلاشون، پرستراشون، همشون خدا شاهده از جام مایه میزنن. خدا رو شاهد میگیرم من روزی 3 بار میرفتم اون دنیا و به خداوندی خدا برمیگشتم این دنیا. من آیسی کورونا میبینم، یک خواهد که میزه یا خواهد که بارشون میبینم. سرشویشن تو دستانشو نمیده چنده؟ 99 با اوکیزه 99 ببینش 99 خیلی خوب قابل قبول بشه. چند دو دستانیو؟ استاد ایشون از تاریخ قیم از تاریخ 30 اومدن. حسن بسن خوب خوبه. نفستون بهتره؟ نفستون خوبه؟ خوب چشمت؟ چشمت خارش نداره یا سوزش؟ چشمت ناراحت نیست؟ چشمت دارم احساسات هم داشت کنید تو کنجکتیویت یه مداری کنجکتیویت سمت چپش به نظر میاد داره. فرش درمان رتبه و پماده چشمی بذاریم. برای پیت خوبه من مخصد چشم مرخص هم میکنیم برای خدا ببینم موضوع چطور بوده چشم دست به سار دست 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 چند بوده کدست نمیده دست 90 چند سالتون بود؟ 95 سالتون بود. از 25 هم اینجایی یه هفته است. اکسیژن همش میذاری یا گاهی هم میتونی برداری؟ برداری اذیت میشی همه؟ آره، کمی اذیت. چطور وضعیتشون؟ خب وضعیتشون بهتره، سچورشنشون بالا اومده. چقدر شده بدون اکسیژن؟ 97% بود بدون اکسیژن. الان فقط بندشون اگه تنظیم بشه قابل تخصیص. خیلی بهتری. آره این کسان رو به جایی هم وصل نیست، اینه تمام جدا شده رو برگشت نشدی. آره اینه تا کشیدی در مانده شد و خیلی مواظب باشی به جدا نشد. آقای دکتر، اگه من برم خونه باز نفس تنگیدی بیام حتما، انشالله که هیچ مشکلی پیدا نمی کنی. ولی موقع ترخیص یه سری علائم به تون یاد میدیم که اگه هر کدوم از اونا داشتیم با سایه هم روش، ولی انشالله روندتون خیلی خوبه. بخاطر همین که دلیلی که الان همین پیش ما هستیم همین کنترل قندتون ما داشت. خدا رو شکر در تمام طول این 6 ماه کادر درمان خسته شدن، ولی بدون که احساس خستگیشون بروز بدن با همون انرژی روز اول دارن کار میکنن. ولی خب وقتی اقامتشون توی بخش کرونا زیاد هست و بیشتر مریض دارن ویزیت میکنن، مراقبت میکنن، ابتلا تو کادر درمان متاسفانه زیاد خواهد بود. ما خیلی از پزشکان و پرستاران و کادر درمان داریم که ابتلا داشتن. متاسفانه تعداد عزیزان دیگه در بین ما نیستن، فقدانشون کاملا حس میشه در کل کشور. کادر درمان قرار نیست فقط به بیماران کرونا خدمت رسانی کنه، بیماری های دیگه هم مثل بیماری های قلبی، مغز و اعصاب، اعمال جراحی بیمارستان داره انجام میشه و
کادر درمان باید به تمام این عزیزان فارغ از تشخیصشون خدمت رسانی. ولی برای ما ظرفیت نیرو انسانیمون یه سختی داره و به قول معروف تربیت پزشک پرستار اینا همه چندین سال با هزینه زیاد در کشور طول کشیده. ولی تعداد خاص و محدودی هست. حالا برای وضعیت عادی اینا کافی است، ولی در وضعیت که بیماری مصری مرتب ادامه داره بالاخره وقتی اینا خسته میشن مبتلا میشن یا بعد از مرکز درمانی خلأ نیروی درمانگر و پرستار و کادر درمان پیش بیاد. خانم دکتر حسینی، خانم دکتر امینی، فروردین ماه که اوج کرونا بود اینجا بچه ها اکثرشون مبتلا شدن. دو تا تعطیلات عید فطر و تعطیلات خرداد که مردم رعایت نکردن، مسافرت ها زیاد شد. بعد دوباره به قول معروف دوره دوم کرونا که زیادتر شد و این سری به قول معروف با بیماران که می اومدن با وضع خیلی بدی می اومدن همشون، یعنی بدحالتر می اومدن. الان حدود 7 ماهه که بچه ها دارن کار میکنن، تو اعلام میکنن که حق کرونا میدیم، ولی الان حدود 7 ماهی که هست به غیر از حدود 150 تا 300 تومانی که همکاراتو اسفند ماه گرفتن، الان حدود 7 ماه واقعا پرداختی نداشتن. از مردم خواهش کنم الان واقعا این شبای محرم در پیشه، من خواهش میکنم مراعات کنن، هم فاصله گذاری رعایت کنن، هم دستکش و هم ماسک و اینا رو استفاده کنن، نظافت رعایت بهداشت رو حتما انجام بدن که به قول معروف این دوره سوم دیگه پیش نیاد. که مطمئنا پیش بیاد از دوره دوم مطمئنا خطرناکتر میشه. مدت خیلی سخته، خیلی سخت، یعنی اصلا هیچ باورش نمیشه که اینطوری همچین چیزی من بگیرم. خیلی رعایت میکردم، تمام ماکس ها، تمام اون کارا رو همه رو انجام میدادم. تا یه روز توی شرکت خود نمیدونم یکی آلوده بود گرفت و بعد از 7-8 روز مثل که علائمه شروع میشه دیگه شروع شد و دیگه من افتادم اینطوری به کمک این پرستارها الحمدلله رو به بهبودی بردم. نوازده دارم از همه مردم خیلی رعایت کنم، خیلی جدی بگیرم، اصلا این چیزی فکر نکنه که علکیه، همینطوری سرسری بگذره، خیلی جدی بگیرم. من زمانی که همسرم اومدم منزل با لرز و تب بهشون گفتم که 100% مبتلا شدیم. وقتی به بیمارستان مراجعه کردیم متاسفانه گفتن کووید 19 گرفتن. ولی مبتلا شدن برای افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن خیلی سخت داره و باعث شد که ایشون تا واقعا پای مرگ برن و برگردن و زحمات پرسنل بله دیابت داشتن، زحمات پرسنل بیمارستان شهدای کاری کرد که واقعا یه مردن. من به عنوان یه همسر، دخترم به عنوان یه فرزند همش نگران بودم، چون خیلی اوضاع بد بود، خیلی وضعیتشون بحرانی بود و من اصلا امیدی نداشتم. ولی میگم با مراقبتایی که انجام شد الان حدود 1 ماهه که ما درگیریم دازن هم دارم نه 1 ماه درگیریم الان 15 روز بستریم، ولی خب خدا شد رو بهبودن و ظرف فردا و پس فردا احتمالا مرخص میشن. آره را میره یه نفت کن منش آف کن نه تو دمه داری با ماشین میریم بالا یعنی
چست پین داره؟ دست دست داره چست پین نمیگه فقط تنگی نفشت داره ایشونه؟ سلام بابا جون من همکار خانم دکتر پزشک قرار چی شده بابا جون؟ من راه رفتنی تو استیاش الویتو؟ بله الویتو و بسه جی بی پیش برمیست هم بکرم میارم با هم درد میکنم خسته میشه قبلا مشکل قلبی داشتی؟ بله آنژیو شدی آنژیو شدی فنر گذاشته بودی؟ الان اینجا درد نمیکنه فشار نمیاد؟ بیابریس فکر داره؟ یکی از چیزهایی که ما همیشه تو شرایط کرونا نگرانش بودیم و هستیم و خواهیم بود مثل همین بیماره مریضایی هستن که متاسفانه با یه سری علائم مشترک میان خب مریضی هستش که ایشون مریضی هستش که سکته قلبی کرده سکته قلبی از نوع مهم میکرده ولی خب چون علائمش مشابه با علائم کرونا و تنگی نفس هست خب تشخیص اولیه بچه ها همیشه میره به سمت کرونا و خب این نگران کننده است و خیلی مواقع شده ما این مدت با این موضوع برخورد کردیم که مریض ها با حملات قلبی مراجعه کردن ولی که متاسفانه یا خودشون یا حتی تیم کادر درمان به اشتباه گاهن فکر کرده که مریض مثلا تنگی نفسش به خاطر کرونا است در صورتی که ما مریضی های مهم قبلی رو هنوز داریم ما هنوز چه میدونم عفونت ریه داریم ما هنوز سکته قلبی داریم ما هنوز نارسایی قلب داریم ولی خب به هر حال اون یکی از همین نمونه هاست ایشون که متاسفانه سکته قلبی کردن و خب تو نگاه اول تشخیص بر این بوده که شاید حمله کرونا باشه ولی خب خدا رو شکر نوار قلب و تشخیصات سریع به تشخیص رسیدیم و حالا باید درمان اورژانسی رو واسه شون انجام بدیم اگه اجازه بدیم بریم به مریض بپردازیم چون واجب تره ببخشید موافقه دکتر یزدی جان؟ این فرض رو داشته باشیم که در ماه‌های آتی به خاطر بالاخره برخی از تجمعات در روزهای اخیر که نمودش در آینده نشون داده خواهد شد و باز به خاطر شروع در واقع فصل پاییز که فصل در واقع عفونت‌های ویروسی هستش ما این احتمال رو می‌دیم که ما ممکنه با یک در واقع افزایش ورودی و میرایی در واقع بیماران به مراکز درمانی مواجه بشیم در ماه‌های آینده و کادر درمان با این در واقع فرسودگی جسمی و با این فرسودگی روحی واقعا دور از انتظار هست که بتونه به همون خدمت رسانی که در ماه‌های اولیه داشته بخواد ادامه بده و این ضرورت رو تعیین می‌کنه که حتما در واقع مراجع بالادستی و تصمیم گیر در امر بهداشت و درمان باید به فکر در واقع جذب نیروهای تازه نفس و جایگزینی نیروهایی باشن که فعلا دارن در بخش کووید 19 دارن خدمت میکنن نمیتونیم واقعا یک پرستار که الان 6 ماه مداوم داره اون لباس رو میپوشه مرگ و میر میبینه داره اونجا نظر روحی و جسمی با کمترین دریافتی حتی دریافتشون از ماهای قبل از کووید هم کمتره با کمترین دریافتی داره تو بخش کرونا داره خدمت رسانی میکنه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیش از در واقع 5 ماه 6 ماه این واقعا این فرد بتونه اونجا دووم بیاره ما میدونیم که خیلی سخته چندین ماه شما خانواده درجه یکتون رو نبینید ما داریم در همین جامعه زندگی میکنیم
اونها رو نبینید، مسافرت نرید، خرید نرید بیرون، نرید ماسک بزنید. اینا رو ما درک میکنیم که واقعا سخته، ولی هر چقدر ما بگیم اینها سخته، در مقابل اینکه شما عزیزترین کسانتون رو از دست بدید خیلی آسان تره. تمام بیمارستان ها، من جمله بیمارستان شهدای تجریش، بخش ها و حتی اورژانس بیماران کرونایی از غیر کرونایی کاملا مجزا است. حتی رادیولوژیش، حتی آزمایشگاهش، حتی آسانسورش، اینها از هم جداست. ما بارها میشنویم که مردم میگن ما به خاطر بیماری کرونا مثلا وارد بیمارستان نمیشیم یا به ادامه درمانمون نمیپردازیم. مراکز درمانی کاملا جدا کردن بیماران کووید و غیر کووید رو، کاملا از هم جدا کردن، کاملا دقیق رصد میکنن توسط آزمایش و سی تی اسکن بیماران، کاملا رصد میکنن، نمیذارن بیماران کرونایی خدای نکرده ممزوج بشه با بیماران غیر کرونایی. و ما خیلی در واقع حواسمون به این هستش، بیماران نذارن که در واقع آسیب هایی که ناشی از در واقع بیماران بیماری های مختلف هست، که در واقع این ترسی که اینا دارن که در واقع مانع از ورودشون در واقع به مرکز درمانی میشه، این میتونه موجب بشه که خود اون بیماری های زمینه این افراد خدای نکرده موجب ناتوانی و گرفتاری های بد جسمی برای اونها بشه، که در واقع اثراتش حتی بدتر از در واقع بیماری کووید نیست قطعا.